امام بخاری در حدیث شماره 3290 نقل میکنه که ابو موسی اشعری میگوید که من با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یکی از باغهای مدینه بودم، یه شخصی اومد که داخل بشه، پیامبر فرمود افتح له و بشره بالجنه، در رو باز کن و بشارت جنت بش بده. در رو باز کردم دیدم که ابو بکره، بشارت جنت بش دادم، شکر خدا کرد، همه چی خداست. بعد از اون شخص دیگری اومد، در زد که داخل بشه، پیامبر فرمود افتح له و بشره بالجنه، در رو باز کن و بشارت جنت رو بش بده. در رو باز کردم دیدم عمره، بهش خبر دادم. شخص سومی میخواست داخل بشه، پیامبر فرمود در رو باز کن و بهش بشارت جنت بده به مصیبتی که گرفتار میشه. دیدم که عثمانه و حمد خدا کرد، همچنان که ابو عمر کرد، همچنان که عثمان کرد. ثم قال الله المستعان، پناه بر خدا بر اون فتنه ای که دچارش میشه. اون فتنه را دیدیم چه بود. موضع عمر در مرضی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به رفیق اعلی پیوست، این موضع گیری، یک موضع گیری انسانی و طبیعی را ببینید چطوری همون هایی که فتنه های صدر اسلام ایجاد کردن، وارثانشان در طول تاریخ، امام تراشان، مرد پرستان، چطوری تغییر دادن و چطوری باش بازی کردن. این نقطه برای من مهمه، چطوری باش بازی کردن، همچنان که با آیات قرآن بازی کردن. عبدالله بن زمعه میگه که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مریض شد، بلال رضی الله تعالی عنه داخل منزل شد، یدعوه الى الصلاه، اونو به نماز میخوند. بلال یک حبشی مؤذن رسول خداست. آیا امروز یک نفر ایرانی غیر شیعی میتونه در میتونه مؤذن خامنه ای باشه؟ بلا تشبیه، خاکم به دهن، چه نسبت خاک را با عالم پاک. فقط من اینو برای تقریب ذهن میگم، چون اینا ادعا میکنند که مسلمانن. یک ایرانی غیر رافضی و غیر اهل ولایت، اینجا من همش مقصودم روحانیته، مواظب باشین، هر جا که من سخن گزنده ای میگم، تندی میگم، مقصودم امام بسران کردیست که با مردم بازی میکنند، با دین مردم، و هرگز حاضر نیستند زیر نور و زیر پروژکتورها بیان و با هم گفتگو کنند. نوکر میفرستند، مزدور میفرستند، جیرخار میفرستند،